مهمترین مشکل ما در حال حاضر خالی بودن جیب مبارک است. خزانه هم کاملا خالی است. آنقدر اوضاع خراب است که قبله عالم دستور دادن قله دماوند را بگذارند برای فروش. بازنشر گسترده این کلیپ توسط ایرانیان در فضای مجازی در واقع واکنشی است به یک خبر شوکه کننده. راسته که میگن سند قله دماوند و کوهپایش رو به اسم سازمان اوقاف زدن؟ شوک بزرگ جدید برای ایرانیان بعد از جنجال بر سر دادن امتیازات گسترده برای بهره برداری از جزایر و ذخایر جنوب کشور به چین در قالب یک توافق 25 ساله این بار نام کوه دماوند به عنوان قربانی بعدی دستاندازی های حکومت به منابع کشور مطرح شده. رسانه های ایران میگویند بخشی از کوه دماوند در اختیار سازمان اوقاف قرار گرفته، سازمانی که یکی از ثروتمندترین نهادها در ایران است و مستقیما تحت کنترل آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. دماوند آتشفشان نیمه فعال نماد ایران است و حتی در اسطوره های ایرانی هم از آن بارها و بارها یاد شده. طبق اسطوره های ایرانی که در شاهنامه منعکس شده، کیومرس نخستین انسان آفریده شده توسط اهورامزدا در دماوند ساکن بوده و فریدون که با کمک کاوه آهنگر علیه ضحاک پادشاه ستمگر و خونخوار شورید و او را شکست داد، ضحاک را در نهایت در کوه دماوند به بند کشید. که این بسته را تا دماوند کوه، ببر همچنان تازیان بی گروه. مبر جز کسی را که نگزیردت، به هنگام سختی به برگیردت. بیاورد ضحاک را چون نوند، به کوه دماوند کردش ببند. اکنون بسیاری از ایرانیان با اشاره به همین داستان اسطوره‌ای میگویند این بار ضحاک دماوند را به بند کشیده. مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی به محض انتشار این خبر به تکاپو افتادند تا آن را تکذیب کنند. قول میدم و قاطعانه میگم که 1 سانتی متر از قله دماوند و اطراف قله دماوند متعلق به هیچ کس و وقفم نیست و متعلق به طبیعت دوستان و سازمان جنگل هاست و سند مالکیتش هم صادر شده، در سامانه کاداستری کشورم تثبیت شد. در برنامه تحولی قوه قضاییه بنا را بر این گذاشتیم که کلی عرصه سازمان جنگل ها را تثبیت بکنیم و از این دست اندازی های زمین خارا نجاتش بدیم. قطعا اگر میبینن که ما اراضی ملی را داریم تثبیت میکنیم، فضا سازی خواهند کرد و این کار ادامه داره. عرض کنم که خبری که امروز پخش شده و شما هم فرمودید، ما تأکید میکنیم قله دماوند وقت نیست، چنان که از اراضی موقوفاتی که اراضی روستای ملاغه کسی سوء استفاده کرده و این سوء استفاده را از طرف اشخاص دلسوز طبیعت یا دلسوز امثال نمی‌دانیم و خبر را تأکید می‌کنیم و چنان شما با سازمان منابع طبیعی و جنگل‌های تفاهم‌نامه داریم و اگر جایی اختلاف حد حدود داشته باشیم با محوریت قانون رفع اختلاف می‌کنیم و تعیین تکلیف می‌کنیم و اراضی زیادی هم بوده که اختلاف وجود داشته و رفع اختلاف بدیم و امثال را مدعی وقتش نبودیم از جمله قله دماوند را. اما ظاهرا همه این تکذیب ها دروغی بیش نیست، چرا که سایت اسکان نیوز به اسنادی دست یافته که نشان میدهد بخشی از دماوند وقف شده و بر همین اساس هم در اختیار سازمان اوقاف قرار گرفته است. اسکان نیوز نوشته پلاک های 68، 69 و 67 به ترتیب موسوم به مرتع ملار اولیا، مرتع ملار سفلا و قریه ملار با مساحت 2486 هکتار در راستای اجرای مقررات ملی شدن در مورخ 21/10/48 آگهی شده و در 15/4/49 و 16/8/49 توسط کمیسیون ماده 56 قطعیت قانونی می‌یابد که علی‌رغم صدور گواهی 13 و 39 جهت اخذ سند این پلاک‌ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوف دانستن این پلاک‌ها از صدور سند امتناع ورزیده و نهایتاً در سال 1385 اعلام می‌نماید که سند این پلاک‌ها به نام اوقاف صادر گردیده است، سندی که اوقاف نیز آن را تایید نموده است. اسکان نیوز نوشته طبق عکس‌های هوایی از سال 1348 یعنی زمان اجرای قانون ملی شدن اراضی، در دو پلاک 68 و 69 یعنی مرتع ملار اولیا و سفلا که از قله دماوند به سمت دامنه و قریه ملار امتداد یافتند،
هیچ گونه آثاری از تصرف دیده نمی شود و گواهی برای ملی شدن این اراضی در سال 1348 صادر شده است. در گواهی مذکور هم ذکر شده که هیچ گونه آثاری از زراعت یا خانه های مسکونی در محل دیده نمی شود. اما چگونه است که اکنون این بخش از کوه دماوند موقوفه دانسته شده و سند وقف آن توسط اداره ثبت صادر می شود؟ اسکانیوز نوشته بنابر اظهارات نماینده سازمان اوقاف در سال 1374 شعبه 29 دیوان عالی کشور به وقفیت دو پلاک 68 و 69 رأی می‌دهد. جای بسی تعجب است که این رأی نه حتی در خصوص پلاک 67 یعنی قریه ملار که دارای سکنه می‌باشد، بلکه در خصوص دو پلاک دیگر که در شمال قریه ملار واقع شده و آن گونه که بیان شده فاقد آثار سکونت و زراعت بوده صادر گردیده است. اسکانیوز نوشته یکی از انگیزه های اخذ سند این پلاک ها برای اداره اوقاف می تواند معدن پوکه آتشفشانی ملار باشد که در سالیان گذشته مورد بهره برداری قرار می گرفته که با توجه به ممنوعیت بهره برداری معادن در دامنه اصلی دماوند توسط دستگاه قضا تعطیل شده، ولیکن علی رغم تعطیلی بارها تلاش برای بازگشایی مجدد آن صورت گرفته. حتی مقرر گردیده که به بهره بردار این معدن در عوض تعطیلی معدنش در جای دیگری معدن واگذار نمایند. اسکانیوز نوشته سازمان اوقاف باید طبق احکام اسلامی این بخش از قله دماوند را به منابع ملی بازگرداند، نسبت به ابطال این اسناد اقدام کند تا سازمان جنگل ها بتواند اسناد این پلاک ها را در راستای قانون ملی شدن اخذ نماید. طبق نوشته اسکانیوز وقف اراضی جنگلی آق مشهد و یا وقف دماوند تنها اراضی وقفی مورد اختلاف دو سازمان در استان مازندران نبوده. قابل ذکر است که تنها در شرق مازندران 124 پلاک مورد اختلاف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان اوقاف وجود دارد که اسناد بسیاری از این پلاک‌ها توسط اوقاف اخذ شده است. در این بین پلاک‌های جنگلی بسیاری وجود دارند که شایسته است جهت حفظ حقوق ملت ایران اسناد صادری آن مورد بررسی و بازنگری قرار گیرند. روزنامه همشهری هم نوشته بعد از ماجرای وقف جنگل، حالا برای بخشی از قله دماوند به عنوان مهمترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به 11 قسمت تقسیم شده و حالا برای 10 قسمت آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده. به نوشته همشهری در آخرین جلسه شورای عالی قضایی رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و 18 هکتار اراضی کوهپایه آن داد، اما پیگیری های همشهری حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از 11 پلاک ثبتی از دامنه تا قله دماوند سند وقفی گرفته است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن جلسه با اشاره به اینکه قرار است برای 74 میلیون هکتار اراضی ملی سند صادر شود اعلام کرد که این سازمان برای جلوگیری از تعرض به این اراضی آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است. این در حالی است که به گفته رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران همه اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است. همشهری نوشته قله دماوند مهمترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست است که در سال 87 به عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید. رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی مازندران گفته موضوع قله دماوند از سال 98 در دستور کار قرار گرفته است. از 11 پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است 10 پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به عنوان موقوفه ثبت کرده است. آج آقا، مدیر کل اوقاف مازندران اعلام کرده که برای یک یال مرتع ملار سال 82 سند دفترچه موقوفه در واقع صادر شده. منظور همین قسمته؟ من اصدارم که روستای ملار که میدونید عراضی داره، مستثنیات داره و مربوط به قله نیست، موقوفات هم داره، مربوط به روستا هم وجود داره، ولی مربوط به اینجایی که اعلام کرده و تو تصاویر نشون دادن به قله دماوند نیست. سند حد حدود جای دیگری است و این رو شامل نمیشود. بله، میدونیم که قله دماوند به عنوان نخستین و مهمترین اثر ملی طبیعی در سال 87 ثبت شده. اصولا برای یک اثر ملی طبیعی میشه سند وقفی صادر کرد یا نه؟ اصلا این بدیهیه و همه میدونن که جایی که انفال هست
و مال منابع طبیعی هست، هر یک مشخصه چه قانونن چه عرفن، ما مدعی وقتیت نیستیم. این سال هم جوابش واضحه که جایی که وقت باید مال شخص باشه، ملکیت اشخاص باشه و اشخاص بتونن وقت بکنن، جایی که مال دولت و انفاله یک شخصی حق وقت کردنشو نداره. اینا تو قوانین شفاف و روشنه و یک امر تخصصی هم هست، اگه کسی اختلاف داشته باشه به محاکم قضایی دستگاه قضایی مراجعه میکنه، قضات بررسی میکنن، کارشناسا رو در نظر میکنن. این خبر به خاطر تشویش ازان بوده یا برای هر موضوعی ربطی به قله دماوند و موقوفات ملارد نداشته. این مثلا شاید از روی بیان تشویش ازان عمومی با این هدف مطرح شده، حالا یا بر علیه وقت یا بر علیه منابع طبیعی، چون منابع طبیعی و اوقاف تفاهم نامه دارن و مشکلی هم در بحث اختلافات اراضی ندارن.